سرخط خبرها. امیدها برای شکست بنبست سیاسی. سپیدار با رد طرح منصوب به ثبات و همگرایی میگوید با ارگ روی اصول به توافق رسیده است. روی اصول و کلیات توافقهای صورت گرفته و روی جزئیات هم بحث جریان دارد. سیر سعودی گسترش کووید 19، شمار مبتلایان به بیش از 2330 نفر رسید. نورستان هم از شر کرونا در امان نماند. گردشش بسیار زیاد سریع است. هیچ کس ایمن نیست، هیچ کس معافیت ندارد. هشدار از فاجعه بهداشتی و نیازمندی بیش از 7 میلیون کودک به غذای فوری. یک سوم جمعیت افغانستان در ماه روان میلادی با کمبود غذا دست و پنجه نرم خواهند کرد. ما هنوز شرایط خاص اقتصادی خود ما را در سطح منطقه و جهان داریم. با مجمع خبری ساعت 10 از 1 با من بهرام امان خوش آمدید. سلام و شب شما بخیر. عبدالله عبدالله میگوید که با جانب ارگ روی اصول به توافق رسیده و بحث در مورد جزئیات و نهایی سازی توافق ادامه دارد. آقای عبدالله در اعلامیه ابراز امیدواری کرده که با در نظر داشت بحران ویروس کرونا این توافق هر چی زودتر نهایی شود. این در حال است که دیروز طرح منصوب به تیم ثبات و همگرایی برای حل اختلافات در رسانه ها نشر شده بود که سهم 50% این تیم در قدرت، رهبری شورای عالی مصالحه و صدارت اجرایی با محوریت صلح به آقای عبدالله و همچنین رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستام از موردهای درشتان بودند. این در حال است که دیروز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرد که آقای عبدالله مسئولیت رهبری شورای عالی مصالحه را به دوش می‌گیرد و اختلاف‌ها به زودی پایان خواهد یافت. امان فرهنگ گزارش می‌دهد. نزدیک به دو ماهی پیش برگزاری همزمان دو سوگند در دو سوی یک دیوار بنبست در فضای جنگ و صلح افغانستان ایجاد کرد که برداشتنش دشوار می‌نمود. کم کم اما ظاهراً این دیوار فرو می‌ریزد. عبدالله عبدالله می‌گوید که با جانب ارگ در اصول به توافق رسیده و بحث روی جزئیات و نهایی کردن توافق جریان دارد. او در اعلامیه ابراز امیدواری کرده که با در نظر داشت شرایط بحران کرونا این توافق هر چه زودتر نهایی شود. روی اصول و کلیات توافق‌های صورت گرفته و روی جزئیات هم بحث جریان دارد. امیدوار هستیم با توجه به نگرانی که از ناحیه کرونا متوجه مردم افغانستان است و با توجه به نیاز جدی کشور به تأمین صلح و ثبات، تا روزهای نزدیک ما شاهد نهایی کردن توافق سیاسی باشیم. با این حال نسخه زیر نام چارچوب توافقنامه سیاسی از دیروز بدین سود در رسانه ها دست به دست می شود. ایجاد شورای عالی مصالحه، ایجاد صدارت اجرایی با محوریت صلح، سهم 50% در قدرت، تعیین والی ها بر اساس درصدی رأی دو تیم در ولایت ها، معاونت فرماندهی عالی نیروهای مسلح و رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم، برگزاری لوی جرگه تعدیل قانونی اساسی، تغییر نظام انتخابات سه ماه پس از توافق و تعدیل قانون حزب ها از بخش های درشت این طرح است. طرحی که در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها رو نشر کرده، او طرح مربوطی ما نمیشه و ما به هیچ کس طرح خود را ارائه نکردیم. هر چی زودتر این طرح باید تکمیل شود، شریک ساخته شود که تا ما از این بحران موجودی افغانستان در یک راه بیرون رفت پیدا بکنیم. در غیر از او اگر هر قدری به تعویق میفته، وطن ما به طرف خرابی خود نخواسته میره. ریاست جمهوری میگوید که در مورد این طرح نظری ندارد. اما دیروز سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز اعلام کرد که آقای عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را به دوش میگیرد و تنش‌های سیاسی به زودی پایان خواهد یافت. با ثبت 164 مورد تازه ابتلا به کووید 19، شمار مجموعی مبتلایان در کشور به 2335 تن رسیده است.
وزارت صحت میگوید که در نورستان هم برای نخستین بار یک مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که با این مورد ویروس کووید 19 در جریان دو ماه گذشته به تمام ولایت‌های افغانستان گسترش یافته است. از سوی هم با بهبودی 50 تن از مبتلایان در 24 ساعت گذشته، شمار مجموعی بهبود یافتگان به 310 تن و شمار مرگ ناشی از کووید 19 به 68 مورد رسیده است. سیر سعودی گردش ویروس کرونا در کشور. ثبت بیش از 160 مورد تازه ابتلا به کووید 19 در یک شبانه روز گذشته. در ولایت جنوبی نورستان هم که تا دیروز ظاهرا از کرونا در امان بود، یک مورد مثبت به ثبت رسیده است. وزارت صحت عامه تاکید می‌کند که این ویروس حالا تمام ولایت‌های افغانستان را در نوردیده و شمار مبتلایانش روز بر روز افزایش خواهد یافت. ثبت 164 رویداد مثبت جدید، تعداد مجموعی واقعات به 2335 رویداد می‌رسد. فعلا ما در مرحله هستیم که ویروس گردشش بسیار زیاد سریع است. هیچ کس ایمن نیست، هیچ کس معافیت نداره، همه ما در معرض خطر هستیم. کارمندان صحی مبارزان خط نخست ویروس کرونا. وزارت صحت میگوید که تا اکنون 228 کارمند صحی در ولایت‌های مختلف کشور به این ویروس آلوده شدند که از این میان شماری هم بهبود یافتند. در افغانستان 228 تن تا این حالا مصاب شده که یکی داشتن الحمدلله شفایاب شدند. که دمی زیادترین واقعات مثبت پرسنل طبی در ولایت هرات 66 واقعه. در این سو در یک شبانه روز گذشته 50 مبتلا از این بیماری بهبود یافته که شمار مجموعی بهبود یافتگان را به 360 نفر رسانده است. از سوی با ثبت 4 مورد فوتی، شمار مجموعی مرگ ناشی از این ویروس هم به 68 تن رسیده است. بیش از 7 میلیون کودک در افغانستان به تأمین غذای فوری نیاز دارند. نهاد پشتیبانی از کودکان یا Save the Children پیش بینی کرده است که به دلیل ایجاد محدودیت گشت و گذار و افزایش قیمت مواد غذایی، یک سوم جمعیت کشور به شمول 7 میلیون و 300 هزار کودک در ماه آپریل و می با کمبود خوراک روبرو خواهند شد. این نهاد تاکید کرده است که در این میان حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال از گرسنگی شدید رنج میبرند. از سوی هم سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌ای که به کنگره این کشور فرستاده میگوید که در شرایط گسترش ویروس کرونا ممکن است افغانستان با فاجعه بهداشتی روبرو شود. فقر و ناداری این دو برادر خردسال را در روزهای قرنطینه به جاده کشانده است. میگویند برای زنده ماندن و یافتن لقمه‌نان ناگزیرند که تهدید ویروس کرونا را به جان بخرند. دیگر را 50-60 روپیه کار میکنیم، مورا میریم نان میخریم، بعد مورا میخوریم، پشوی شد میخوریم، نشد نمیخوریم. نهاد جهانی پشتیبانی از کودکان یا Save the Children در گزارش تازه‌ای پیش بینی کرده است که به دلیل قرنطینه و افزایش قیمت مواد غذایی، یک سوم جمعیت کشور در ماه روان میلادی با کمبود مواد غذایی روبرو خواهند شد که در این میان بیش از 7 میلیون آن کودکانند. از سوی نزدیک به 2 میلیون کودک زیر 5 سال هم با تهدید گرسنگی شدید روبرواند. این نهاد نگران است در شرایطی که کودکان به تغذیه کافی برای تقویت سیستم ایمنی خود نیاز دارند، بهای مواد اولیه تا 23% افزایش یافته است و از سوی هم توانایی مالی کارگران روزمزد برای خرید غذا کاهش یافته است. دفتر بین‌المللی حمایت از کودکان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که هر چه عاجل‌تر برای رساندن مواد غذایی به خانواده‌های فقیر، خانواده‌هایی که در دوردست افغانستان زندگی می‌کنند و همچنان خانم‌های باردار و طفلایی که مصاب به سوی تغذیه هستند، هر چه عاجل‌تر اقدام نماید و این غذاها برشان برسند، از حکومت افغانستان که پروسه را تسهیل ببخشند. وزارت اقتصاد هم پیامد ویروس کرونا را بر وضعیت زندگی مردم و اقتصاد کشور زیان بار می داند و می پذیرد که نیازمندان به کمک های بیشتر نیازمندند. با انتشار ویروس کرونا این رقم بیشتر افزایش پیدا می کند، با توجه به اینکه ما هنوز شرایط خاص اقتصادی خود ما را در سطح منطقه و جهان داریم و نیاز بیشتر بر است که قشر آسیب پذیر، قشر فقیر و افراد نادار با توجه به از دست دادن شغلشان و با توجه به اینکه روزمزد کار میکردن بیشتر مورد حمایت قرار بگیرن.
از سوی سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان هم در گزارش تازه‌ای که به کنگره این کشور فرستاده میگوید افغانستان به دلیل آسیب‌پذیری‌های بیشمار از جمله سیستم بهداشتی ضعیف، سوء تغذیه گسترده، خشونت‌های دوامدار و شمار زیاد بی‌جا شدگان داخلی ممکن است به یک فاجعه بهداشتی روبرو شود. با آنکه موردهای مثبت کرونا در پایتخت رو به افزایش است، رفت آمد شهروندان در شهر نسبت به روزهای پیش بیشتر شده است. وزارت امور داخله از شهروندان کشور می‌خواهد که برای حفظ صحت جمعی در تطبیق محدودیت گشت و گذار همکاری کنند. موردهای مثبت ویروس کرونا در پایتخت روز به روز افزایش می‌یابد، اما در این سو رفت آمد کابل نشینان همچنان بیشتر شده است. میگویند از خطر ابتلا به کووید 19 آگاهند، اما ناداری و دغدغه یافتن لقمنان ناگزیرشان کردند که محدودیت گشت و گذار را بشکنند. دیگه ما دولت چی کنیم، قرنطین شه چی کنیم، پناه از امو اشرف غنی شان به خدا اشرف غنی که او قدر غیرت داره بیای ایمای ما بکنه که بیخی صدای ما بشنوه، بیای ایمای ما بکنه اگر از خانه ما بر آمدیم ما را فقط سر ببره. بودجه خانه ما خلا شده، در خانه ما دو فامیل هستم، بچه جوانم شهید شده، وسیله دار ندارم، به این خاطر میگردم که گشنه نمانیم. محمد هارون برای تأمین غذای خانواده 8 نفریش از گاه تا بیگاه جاده های کابل را با این بسته های پلاستیکی میپیماید. میگوید پول امروز کفایت فردایش را نمی کند. مشکلات است به خانه بکره است. بکره گزارم 4,000 مش کره است. امی کراز اش بچه دارم اتی. مشکلات زیاد است، دیگه کاروبار نیست. بیروزگاری است، یک چند رو پا قرض کردیم، همی دوا خریدیم، همی سودا کنیم، همی لقملان پیدا کنیم. گرچه نیروهای پلیس که گاهی بر محدودیت ها شدت می دهند، اما اینجا موترها بدون دغدغه ای از حضور نیروهای امنیتی در حال گشت و گذار هستند. وزارت امور داخله می گوید که بدون همکاری مردم اجرای کامل محدودیت گشت و گذار ممکن نیست. قیود گشت و گذار هنوز پابرجا است و ما متاسفانه هنوز در تهدید کرونا قرار داریم. شما میبینید که آمار هر روز افزایش پیدا میکنه. پلیس به اساس همو وظایفی که برش داده شده تلاشی است که قیود تطبیق بکنه، اما بدون مشارکت و بدون همکاری و سهم مردم قطعا امکان پذیر نیست. کابل در حال حاضر بیشترین مبتلا به کووید 19 را در تمام کشور دارد که با ثبت 44 مورد تازه مثبت در 24 ساعت گذشته شمار مجموعی مبتلایان در پایتخت به 67 مورد رسیده است. نخستین بیمارستان 50 بستر کووید 19 در بغلان گشایش یافت. مسئولان ریاست بهداشت بغلان میگویند که این بیمارستان با امکانات مدرن مجهز است. تاکنون 40 تن در این ولایت به ویروس کرونا آلوده شدند که از این میان 3 تن بهبود یافتند و 3 تن دیگر جان باختند. تلاش برای رسیدگی به بیماران کووید 19 در ولایت شمالی افغانستان بغلان. این بیمارستان 50 بستر به خاطر نگهداری افرادی که به ویروس کرونا آلوده شدند ساخته شده است. مسئولان ریاست بهداشت بغلان میگویند که این بیمارستان با امکانات مدرن مجهز است. شفاخانه با ظرفیت 50 بستر است که تجهیزاتش ما آماده ساختیم که دی تجهیزاتی که با خوبترین و بهترین تجهیزات را که بوده از بودجه 100 میلیون افغانی که به مقام ولایت و وزارت محترم صحت عامه کمک کرده بود ما این را تدارک دیدیم و تدارک کردیم. روبرو ازدیاد است واقعیت، ما شاید به چالش مواجه شویم. امیدوار هستیم که مقامات ولایت بغلان موضوع را در نظر بگیرند و به هر درخواست ما لبیک بگویند و زود اجرا بکنند. مسئولان بهداشت بغلان از باشندگان این ولایت میخواهند که بر راهنمایی های بهداشتی توجه کنند و از خانه هایشان بیرون نشوند. با این حال نزدیک به 50 پزشک در این بیمارستان برای رسیدگی به بیماران موظف شدند. یک ساحه بسیار خوب و دور از خانه های مردم در اختیار این مریضا قرار دادن. امیدوار هستیم که مردمای ما مریضای خود در خانه قرنطینه نکنند تا بتونن که ما اینجا آی سی یو است، تمام سهولت ها و تمام تجهیزات صحی در اینجا برشان مساعد است. بر اساس آمار رسمی 40 تن در ولایت بغلان به ویروس کرونا آلوده شدند. از این میان تا کنون 3 تن دوباره صحتمند شده و 3 تن دیگر هم جان باختند.
در ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر خواهید دید. کاهش شمار نیروهای آمریکایی از افغانستان زودتر از زمان تعیین شده در توافقنامه دوحه. جان باختن 14 سرباز در پی حمله طالبان بر ولسوالی زاری ولایت بلخ. آمریکا شمار نیروهایش در افغانستان را زودتر از زمان تعیین شده در توافقنامه دوحه کاهش داده است. CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که در حال حاضر این کشور نیروهایش را به زیر مرز 10,000 تن در افغانستان رسانده است. مقام های آمریکایی به این رسانه گفتند که به این ترتیب آمریکا میتواند طی چند هفته نیروهایش به 8,600 تن کاهش بدهد که چند ماه پیش از زمان تعیین شده در توافقنامه صلح قطر خواهد بود. اما سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان آمار دقیق از حضور کنونی در افغانستان نمیدهد، اما تاکید دارد که کاهش شمار نیروها به 8,600 تن ادامه دارد. برخی آگاهان نظامی میگویند که شتاب آمریکا در بیرون کردن نیروهایش از افغانستان نشان دهنده ناامیدی آمریکا از وضعیت سیاسی در کشور است. بی صبری آمریکا برای خارج کردن نیروهایش از افغانستان همزمان با افزایش حمله های طالبان و اوج شیوع ویروس کرونا در افغانستان، CNN به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده که آمریکا بسیار پیشتر از میعاد زمانی توافق شده در دوحه برای کاهش سربازانش در افغانستان عمل کرده است. بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، تا میانه ماه جولای شمار سربازان آمریکایی باید از 13,000 به 8,600 تن کاهش یابد. اما به نظر می رسد که آمریکا پیش از رسیدن به زمان تعیین شده دست به کار شده و شمار نیروهایش را به زیر مرز 10,000 تن رسانده است. پیش از این فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع در افغانستان هم تایید کرده بود که دستور کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را دریافت کرده است. پشتیبانی قاطع دستورهایی را دریافت کرده است، اما این دستورها علنی و در هماهنگی نزدیک با نیروهای امنیتی افغانستان است. ما نیروهای آمریکایی را به 8,600 تن کاهش خواهیم داد. هرچند امسال طالبان به صورت رسمی عملیات بهاریشان را اعلام نکردند، اما با فرارسیدن فصل بهار حمله های این گروه در گوشه و کنار کشور شدت گرفته است. نبرده که همزمان شده با تلاش ها و امیدواری ها برای دست یافتن به صلح. ترامپ ادارهش ممکن نسبت به سیاستمدارهای افغانستان ناامید شده باشند، یعنی آینده افغانستان نبینه که با حضور از اینا، با موجودیت از اینا منافع امریکا تأمین شود، در جستجوی راه های دیگری است. امریکایان غواری که طالبانو تا اطمینان ورکری که مونگ ده موافقت نامه عملی که دل غوارو او عملی کویه او بل خانه یو نوع تنبه ده یو نوع اختاریه ده افغانستان دولت تا که ز امریکایم په موافقت نامه عمل کوم. این در حال است که پیش از این نیز برخی منابع آمریکایی گفته بودند که دونالد ترامپ به مشاورانش دستور داده که به دلیل خطر ابتلای سربازان آمریکایی به ویروس کرونا خروج کامل نیروهای این کشور از افغانستان را بررسی کنند. اما روند رهایی زندانیان حکومت و طالبان با کندی به پیش می رود. منابع نزدیک به طالبان به تلویزیون یک می گویند که دو طرف آنگونه که در دوحه میان آمریکا و طالبان توافق شده بود عمل نکردند. این منبع ابراز نگرانی می کند که ادامه این روند آغاز گفتگوهای میان افغانان را زمانگیر خواهد کرد. از سوی هم جواد ظریف وزیر خارجه ایران با شاه محمود قریشی در پیوند به صلح افغانستان گفتگوی تلفنی داشتند. شکیب مولوی زاده گزارش می دهد. دو ماه پیش آمریکا و طالبان توافقنامه ای را در دوحه به امضا رساندند که بر بنیاد آن 5,000 زندانی طالب با 1,000 زندانی حکومت افغانستان مبادله می شدند. این توافق اما تا این دم به گونه شاید و باید آن عملی نشده است. حکومت رهایی بدون سنجش 5,000 زندانی را غیر منطقی می داند و تا این دم کمتر از 600 زندانی طالب را آزاد کرده است. طالبان اما پا از موضعشان پس نمی کشند و بر رهایی همزمان و بی قید و شرط زندانیانشان تاکید دارند.
موضوعی که سبب بدرازا کشانده شدن روند آغاز گفتگوهای میان افغانان شده است. سلی چی مجبیری چی گدلی سی چی در سلی خبر یا در بین افغانی مذاکرات خبر به جر نوسی. البته و بسی خو جر بنوسی. با این حال برخی از کشورهای همسایه تاکید دارند که هرچه زودتر باید روند گفتگوهای میان افغانان آغاز شود و به نتیجه برسد. در تازه ترین مورد، وزیران خارجه ایران و پاکستان در پیوند به صلح افغانستان گفتگوی تلفنی کردند. وزارت خارجه بار دیگر بر پشتیبانی قوی اسلام آباد از روند صلح و آشتی در افغانستان تاکید کرد و امیدواری کرد تا گفتگوهای میان افغانان هرچه زودتر آغاز شود. ما فکر میکنم کشورهای همسایه ما اگر از بهانه ها دست بردارن و مسایی خود جهت موفقی ساختن پروسه صلح به هم و به افغانستان کمک کنن بهتر خواهد بود. تا این دم 550 زندانی طالبان از سوی حکومت و 112 زندانی دیگر از سوی طالبان رها شده اند. در پی حمله طالبان بر ولسوالی زاری ولایت بلخ دست کم 14 سرباز جان باختند. ولسوال زاری گفته که طالبان حوالی ساعت 12 شب گذشته بر پاسگاه نیروهای امنیتی این ولسوالی حمله کردند که در پی درگیری چند ساعته 20 تن دیگر از نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی زخمی شدند. ولسوال زاری تاکید کرده که درگیری در این ولسوالی متوقف است، اما طالبان هنوز در اطراف این ولسوالی حضور دارند و تا کنون نیروی کمکی نیز به محل نرسیده است. از سوی هم وزارت امور داخله می گوید که پلیس حمله های طالبان در ولایت های لوگر و بدخشان را دفع کرده که در نتیجه 28 طالب کشته و 17 جنگجوی دیگر این گروه زخمی شدند. نیروهای امنیتی برای مقابله با مخالفان مسلح دولت در شمال از ولایت ها دست به دامان نظامیان محلی شدند. با گفته شمار از نظامیان، این نیروها نقش مؤثر در تصفیه بخش‌های زیر تصرف مخالفان مسلح دولت داشتند. همکارم شکیب مولوی زاده چند پیش به دیدار دسته 500 نفری این نیرو به ننگرهار رفته بود که از 5 سال بدین سو درگیر نبرد با گروه‌های چون شاخه خراسان داعش و جیش محمد است. ملک دهقان فرمانده این نیروها میگوید که در کنار کمک مالی حکومت، مردم محل نیز برایشان کمک‌های مالی فراهم می‌کنند. نه در چوکات رسمی ارتش و پلیسند و نه هم پلیس محلی. طمع مخالفان مسلح بر آبادی و ولسوالیشان مجبورشان کرده که سلاح شانه کنند. ملک دهقان از 5 سال به این سو با 500 جنگجوی زیر امرش با پشتیبانی امنیت ملی کشور در حال جنگ با گروه های مسلح مخالف دولت است، از داعش و طالب گرفته تا گروه پاکستانی جیش محمد. به تازگی پایگاه بزرگ ارتباطی و اکمالاتی این گروه ها را در ولسوالی مهمندره در هم ریختند. همونگا کم طالب یا جیش محمد و دلی والا نیوله ده نو ده پاکستانه ده ده پا پنجابی بنده خبری که نو پنجابی دل تر از صبح خاطر رازی خوب ده پایی کشه شاعته کویل هسته ده پاکستان. ملک دهقان 3 فرزندش را در این نبرد طولانی از دست داده. در ابتدا شمار نیروهای زیر امرش به 1000 نفر می رسید، اما جنگ تا این دم 88 کشته و 135 زخمی روی دوششان گذاشته است. مونگ تر اخیری سلگه پوری با مونگ دا کار کرو و مونگ نگوارو چه پاکستانیان پنجابیان راشی و مونگ اوغانان لازار وارده دا. نیت مداده چه انشالله مونگ دا وطن وساتو دا لبان تر ختم کرو. خپل زوته خلق کوکاډی راو 8000 روپے معاش ته 3000. فرمانده نیروهای زیر پشتیبانی امنیت ملی میگوید که گرچند معاش افراد زیر امرش تنها 8000 افغانی است، اما عزمشان برای درهم کوبیدن گروه های حراس افغان راسخ تر و فراتر از هر گونه بهای مادی. در ادامه خواهید دید. ویروس کرونا پدیده طبیعی یا تولید آزمایشگاه؟ همزمان با این شمار از باشندگان شهر گردیز مرکز پکتیا نگران افزایش ناامنی در این شهرند. شمار از عضوهای شورای ولایتی پکتیا میگویند که به دلیل ناهماهنگی میان مسئولان امنیتی و اداره محلی نبردها تا حومه شهر رسیده است. از سوی هم مقامهای محلی پکتیا تایید میکنند که حمله های طالبان نسبت به قبل چند برابر افزایش یافته است. شمار از اعضای شورای ولایتی و باشنده های پکتیا اینجا گرده هم آمدن و از آنچه افزایش ناامنی در این ولایت می خوانند انتقاد دارند.
اینان مقام های محلی را به کمکاری متهم می کنند و می گویند در کنار افزایش رویدادهای جنایی، حمله های مخالفین مسلح نیز افزایش یافته و نبردها تا حومه های شهر رسیده است. په هر دوی مورز یو پوسټه سکوت کیږي او تر لاسه پوری موږ عسکر شهیدان ورکو، مګر په دې کې د مخنیوي دفاره نه کمانډان مثبت رول لوبولی، نه کمانډان د کلی اردو مثبت رول لوبولی او نه خپل والی په کې مثبت تاثیر درلودلی. اراکین دولتي انقدر ما نه فهمیم که به خاطر چی اینا مصروفن که به خاطر امنیت هیچ مسئولیت خودان احساس نکنن. شمار از اعضای شورای ولایتی دلیل افزایش ناامنی ها را ناماهنگ بودن مقام های محلی با نظامیان امنیتی در پکتیا می خوانند. ولس او د دولت ترمنځ واغلا زیات سوید ځکه دوی سره ناستې نه لري، دوی ته معلومات نه ورکوي او ټول د امنیت ولسوالو امنی قوماندانان د پیسو د نورو مسایل په خاطر باندې ګمارل کیږي. با این حال اداره محلی پکتیا میگوید که برای رفع چالش‌های امنیتی گام‌های عملی نه تنها در این ولایت بل در زون جنوب شرق کشور روی دست گرفته شده است. امنیتی رهبری په دې هڅه کې ده چې وضعیت په کابو کې ووسی. منتها ما وویل چې د ټول زون په کچه باندې هر شپه تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې بریدونه ترسره کیږي. باشنده های پکتیا در حال از مشکلات امنیتی نگرانند که در 3 روز پسین گردیز مرکز این ولایت گواه افزایش حمله های مخالفین مسلح بر پاسگاه های کمربندی و ولسوالی ها بوده است. جامعه اطلاعاتی امریکا نتیجه گیری کرده که ویروس کرونا ساخته دست انسان نیست. دفتر رئیس اطلاعات ملی امریکا گفته که سازمان های اطلاعاتی همچنان مشغول بررسی موضوع هستند که آیا این ویروس در پی تماس با یک حیوان شیو پیدا کرده یا در پی حادثه آزمایشگاهی. اما رئیس جمهور امریکا میگوید که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در چین نشاط گرفته است. از سوی هم دبیر کل سازمان ملل ابراز نگرانی کرده که ممکن است 500 میلیارد نفر در جهان به دلیل کرونا فقیر شوند. با بالا رفتن شمار مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 در امریکا، انتقادهای دونالد ترامپ هم از چین هر روز بیشتر می شود. رئیس جمهور امریکا در تازه ترین مورد ادعا کرده که ویروس کرونا ساخته دست بشر است و در آزمایشگاه های چین ساخته شده است. وقتی از او در مورد سند برای این ادعایش پرسیده می شود، این گونه پاسخ می دهد. بله دیدم و فکر میکنم سازمان بهداشت جهانی باید از خود خجالت بکشد، چون مثل روابط عمومی چین عمل میکند. من نمیفهمم چطور تردد اجازه سفر مردم به باقی چین از ووهان ممنوع شد، اما اجازه سفر به باقی جهان را پیدا کردند. سوال بعد پرسش سختی است که باید پاسخ بدهند. اما چین همواره این ادعاها را رد کرده است. وزارت خارجه چین میگوید که امریکا نباید این کشور را وارد بازی های انتخاباتیش کند. ما از تمام سیاستمداران در امریکا میخواهیم که دست از ملامت کردن چین و منحرف کردن تلاش های جهانی بردارند. آنها بهتر است وقت و انرژی خود را برای کنترل این ویروس در کشورشان به خرج بدهند. در این سو سازمان ملل اشیای روزافزون ویروس کرونا در جهان به شدت نگران است و خواهان وحدت جهانی برای مبارزه با آن شده است. من از عدم همبستگی کافی با کشورهای در حال توسعه نگران هستم. هم در تجهیز آنها برای رویارویی با همگیری کووید 19 که خطر گسترش آن مانند آتش سوزی است و هم برای تأثیر چشمگیر اقتصادی و اجتماعی آن. در روسیه شمار مبتلایان به بیش از 114,000 و شمار قربانیان هم به بیش از 1,000 نفر رسیده است. در تازه ترین مورد نخست وزیر این کشور هم به کرونا آلوده شده است. در ایران همسایه غربی افغانستان شمار مبتلایان به مرز 100,000 نزدیک می شود و شمار جان باختگان هم به 6,091 نفر رسیده است. بیننده های عزیز از توجه و همراهیتان به این مجموعه خبری از یک جهان سپاس. شبتان بخیر. خدا نگهدار.